اما بحث بازار رمز ارزها این روزها داغتر از همیشه شده همه جا حرف از بیت کوین و دوچ کوین و ایلان ماسک و اینکه چه رمز ارز جدیدی در صرافی ها لیست شده در ایران هم به نظر میرسه که مردم از این بازار حسابی استقبال کردند. به نقل از اتاق بازرگانی تهران گفته شده احتمالا حدود 12 میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدند و جالب تر اینکه 62 درصد اونها در همین شش ماه اخیر وارد این بازار شدند بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاک چین از آمستردام با ماست آقای جلیلوند خب این رمز ارزها ها الان مدتی هستش که داغ شدن ولی تقریبا دست کم در کلاب هر یکی در میون اتاق رو که میبینید بین ایرانی ها حرف رمز ارز ها هست چه شده که اینقدر در ایران مورد استقبال قرار گرفته سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون اه خب اه این استقبال اولا به صورت کلی خب جهانی هستش در تمام نقاط دنیا به خاطر این رشدی که داشته بیت کوین به خصوص باعث شده که توجه خیلی از مردم جلب بشه بهش ولی توی ایران خب بیشتر در واقع این توجه جلب شده و اون هم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه شاید اولین دلیلش این هستش که ما افت در واقع ارزش یا نرخ برابری ریال رو نسبت به سایر ارزها خب داریم و دیدیم تا یه چند سال گذشته شاید دومین مسئلهش این باشه که خب بورس پارسال یعنی سال گذشته خب خیلی شرایط نابسامانی رو داشت برای مردم یا برای کسایی که تازه وارد اون شدن و خب تونس و سرمایه های زیادی رو از دست دادن و به امید اینکه میتوانند یا شاید بتوانند توی بازار رمز ارزها کسب منفعت کنند یا بعضا بتونن اون جبران خسارت کنند و اون پولی رو که توی بازار بورس از دست دادن به دست بیارن اینجا به سمت در واقع رمز و به طور مشخص حالا و بیشتر بیت کوین اومدن و نکته دیگه ای که هستش مزیت دیگری که در واقع داره و مردم همه دنیا در واقع دارن این رو متوجه میشن ویژگی هایی هستش که بیت کوین داره من در مورد سایر رمز صحبت نمی کنم یعنی مشخصا بیت کوین بودنش هستش یعنی اینکه بدون مرز هستش تراسلس بودنش هستش یعنی اینکه نیازی به اعتماد نداره و نکته دیگه اینکه اینترنت زمانی که اومد خب تونست مرزهای ارتباطی و اطلاعاتی رو از میون برداره اما مرزهای مالی رو نتونست برداره خب بیت کوین این در واقع امکان رو هم به مردم داره میده و خب هر چقدر بیشتر فرصتمون کم هست اینم میخوام ازتون بپرسم که من در گوشه و کنار میبینم با داغ شدن این بازار نمونه های کلاهبرداری هم کم و بیش داره رونق پیدا میکنه چه کار باید بکنن کاربرها آره متاسفانه خیلی نمیشه توی این فرصت کوتاه بهش پرداخت اما بهترین کاری که میشه انجام داد یک برای تهیه در واقع بیت کوین یا حالا هر رمز ارز دیگری که فکر میکنن یا مطمئن هستن حتما از جاهای معتبر و مطمئن اقدام کنند. یه مثالی رو هم هست میگن که در واقع هیچ چیز مجانی بی معنا نیست اینکه میگن فلان شرکت ایردراپ داره یا در واقع توکن مجانی میده تراست نکنند و سعی کنند اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن و مطالعه کنند چون بسیار بسیار این فضا پرخطر هست بله. شخصا فقط میگم بیت کوین میتونه آینده مم. بهتری داشته باشه فعلا حالا در آینده ببینیم ممنونم از شما بابک جلیوان کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام هلند با ما پیش